خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. این روزها دیگه صدای طبل و سنج و چه میدونم این داستان ها دیگه ولکن نیست و هر جایی که پا میذاریم میبینیم که این تروریست های رژیم جنایتکار آخوندی یک مراسمی گرفتن، برای این خاک بر سر خودشون کشتن، خودشون هم دارن سر قبرش مرثیه میخونند و واقعا اینها زنده بودنشون برای ما عذابه. الانم که مردن باز هم برای ما عذابه. ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم از خدای کنار قلبمون بخوایم که ریشه اینها رو خشک بکنه و خیال ما رو راحت بکنه. همین الان داشتم به یک ویدئویی از اینها نگاه میکردم، واقعا مشمئز کننده. ببین دنیا کجاست، ما کجا هستیم، کشورهای دیگه تو داستان چه هستن، همه در چه میدونم در حال پیشرفت و رسیدن به ماه و کرات دیگر هستن. بعد این حرامزادهای دختر اون قاسم کتلت دیدم آمده سر هنگام چال کردن اون دراز بیخاصیت عبداللهیان، گفتن حالا که دارید مثلا قبرش میکنید بیاین یه دوتا انگشتر بابای من و قاسم کتلت هم بذارید باهاش. مثلا این داستان ها چیه؟ بعد زیرش رو دیدم دخترش نوشته آره من انگشتر رو دادم به آقای عبداللهیان که بره بهشت بده به بابای من. چی بگیم؟ آخه خدا وکیلی موندیم از دست این حرامزاده ها و اراذل و اوباش. یعنی چقدر برای خودشون چی بگم پپسی وا میکنن. باباش قاسم کتلت که دستش به خون تمام جوانان، کودکان، زنان و مردان سوریه برای حمایت از اون یکی دراز بشار اسد آغشته هست، این الان بلند میشه خیلی راحت میره بهشت. بعد من و شما که مثلا میایم تو خیابون فرزندان ما یه دو خال موشون در میاد میریم جهنم. یعنی در قانون این حرامزاده ها، در کتاب این حرامزاده ها نوشته قتل بکن، جنایت بکن، چه میدونم در حجره در کونه هم دیگه بذارید میرید یک سره، اصلا بدون بلیط یک طرفه میرید برای بهشت. بعد ما مردم که 45 سال الان ظلم دیدیم، جنایت دیدیم، بدبختی و فلاکت و نخوردن و تورم و کفت و فساد رو دیدیم، ما همه میریم جهنم. ای بر پدر مادر شما آخوندهای بیناموس لعنت که خودتون خرید فکر میکنید ما رو ساده گیر آوردید، لعنت بر شما. ولی خب پرش رفته کمش مونده. ما تا الان که تحمل کردیم، این چند وقتم تحمل میکنیم، عرضم به حضور شما تا شما برید و گورتون رو گم بکنید و ما بتونیم خاک وطن رو از دست شما شیاطین آزاد بکنید. بذارید من صادق رو بیارم بالا که بتونیم. از اینها میخونم اصلا کلن خندم میگیره، کلن برام جالب توجهه که این جانی ها کجا بودن که پدران ما اینها رو به ما اح بح بح بح. درود خدمت آقا پیمان عزیز. مشخص تازه از خواب بیدار شدم، نه هر چقدر سعی کردم چشامو درست کنم ولی باز مشخصه که تازه از خواب بیدار شدم. خلاصه اینجا زواله است، باز زواله خواب میکردیم، زواله ما طولانی شد و خوابمونم بالاخره خوابمون بود. خوبی پیمان چه خبر؟ درود خوش بگذره. خب یه سلام علیک داشته باش با بیننده های عزیز. خواهش میکنم. درود خدمت دوستان و عزیزانی که دارن ما رو میبینن و میشنون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم که امشب برنامه خوبی داشته باشیم مثل شبهای دیگه. بریم ببینیم چه خبر. آقا من از 5 صبح که بلند شدم هنوز نخوابیدم، باور کن. خیلی دلم میخواست یک فرصت کوچکی به دست بیاد که برم بگیرم بخوابم. امروز متاسفانه نشد، خیلی کار داشتیم، خیلی گرفتاری داشتیم، ولی خب دیگه بعد از برنامه حالا بریم خلاصه بتونیم یه چند ساعتی بگیریم بخوابیم. و اینو داشتم میگفتم امروز بانوی اول جمهوری اسلامی هم ما رونمایی کردیم ازش. مامان من که الان 80-90 سالشه، خدا بهش حالا عمر بده. بله بله. این
بنده خدا اون موقع که مثلا حاج خانوم بود چی میدونم این داستان ها بود، یه جور چادرایی بود نمیدونم مادر تو هم میذاشت بهش میگفتن چادر شرمن، از اینایی بود که برق میزد بله مثلا بله مادرها مادرها میپوشیدن میرفتن مجلسی عروسی نمیدونم میگفتن آه حاج خانوم آمد. خب این مال مثلا 40 سال پیش بود، مال 30 سال پیش بود، الان دیگه اون چادر رو کسی گردن نمیگیره، گوش میدی؟ یعنی اصلا دیگه کسی چادر نمیذاره، این مزدورا هم میذارن از این مات میذارن. امروز این اسکول برداشته بود بانوی اول جمهوری اسلامی رو، چون الان دیگه جمیله خانم بانو نیست دیگه، خاک بر سر مرد، جمیله رو آرزو به دل کرد. جمیله تازه حالا حالا داشت این بر اون بر استخدام میشد، پست میگرفت دانشگاه، پانشگاه، زایشگاه، مشاور عالی، بانوی اول نمیدونم میتی کمان فلان، اینها که اینجوری زدن خاک بر سر و فرستادن زیر خاک. الان این آقای چونگ تونگ تانگ مخبر، این الان آمده شده سرپرست ریاست جمهوری، یعنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی برای 50 روز، و امروز از خانوم خودش رونمایی کرد، گروبان گارسیه. دیده بودیم اون فیلم زورو گروبان گارسیه یکی توش بود، این زنه فکر کنم خواهر گروبان گارسیه بود، امروز اومد. حالا اینا که هیچی، لامسته بنگار اون فیلم بود بروسلی وارد می شود، اژدها وارد می شود، این خفاش وارد می شود، از این شرمنا زده بود، آفتاب هم بهش زده بود، انعکاس پیدا کرده بود، اصلا یه گروه انگوریلی بود برای خودش. حالا بگذاریم دیگه، از این بهتر نمیشه. شما اصلا تو جمهوری اسلامی چی میخواین پیدا بکنید؟ مثلا بانوی اول چه شخصی رو میخواین پیدا بکنید؟ همین ارازل و اوباش و بوگندوان که باور کن اگر پدران ما خط نمی کردند و این فاجعه 57 رخ نمیداد، اینها الان باید چه میدونم آب و حوض میکشیدن، یا اصلا باید پشت کوها گردو می میشکندن آ صادق. ولی خب دیگه حالا گردو میشکنن. پیمان قبل از اینکه ما برنامه رو شروع کنیم، این میگم جنگ لفظی بین ایران و ترکیه جریانش چیه؟ من الان قبل از اینکه بیام تو لایو یه ویدیویی دیدم تو صدا و سیما، مجری صدا و سیما اومده علنا گفته آقا ترکیه داشت دروغ میگفت، اطلاعات دروغ داشت میداد، و بعد خبرنگارش داشت دروغ میگفت، آقا تو خبرنگارش داشت پخش زنده همه چی نشون میداد با بالگرد اون والا اون به قول معروف اون بالگردش، حالا بالگرد که نه، اون چیزی که واسه فرستاده بودن واسه پیدا کردن که اسمش یادم رفت، اونو پخش زنده داشتن نشون میدن دیگه، دروغی نیستش. این اول یه توضیح به من بده بعد برم سر وقت سوالات. نگاه، امروز جناب آقای اردوغان به زبان گیلکی یه توییت کرد، گو از این بابت شیمی پر بمیره اما دشمه ایمون رو پیدا بکنی. یعنی چی؟ آقا بنده خدا این همه کمک کرد که اگر بابا نه اینو ترجمه کن، اگر باباتونم مرد ما دیگه هیچ کمکی بهتون نمی کنیم. بنده خدا این همه کمک کرد دیگه. بگو خاک تو سر شما، شما تمام خالان سر دیره اید دیگه، هیچ خالی رو سالم نذاشتید. لااقل اینایی که دیگه این بغل دست حالا خفت کردید، اینا رو گفتید بیان، تمام مراکز نظامی شما رو چی میدونم توپوگرافی شد، تمام نقشه برداری شد، تمام چیزها رو اسکن کردن بردن، حالا این خریت رو کردید دیگه، خراب نکنید دیگه. اگر شما میتونستید پیدا بکنید در اون چند ساعت اول پیدا میکردید، این همه موشک و پوشک و غارغارک فرستادید هوا، هیچی، هی داشتید میگفتید نه جو خرابه، هی برف داره میاد، آخو برف، هی برف داره میاد، بارون داره میاد، ابر نشسته فلان، تا اونا بلند شدن آمدن کارشون رو کردن، حالا یه حالی هم به شما دادن، این خاک بر سر رو نذاشتن که غذای خرس بشه و پیدا کردن به شما دادن، دیگه آدم باشید دیگه. من امروز دیدم که داماد اردوغان، میدید داماد اردوغان رئیس اون مرکزیه که این اکینجی و اصلا کلا پهپادها رو اونجا، اردوغان هم گلف میزنه سنگین ها، میگرده هر جا آدم های درست حسابی پیدا میکنن سریع یا دخترش رو شوهر میده یا پسرش رو زن میده. این داماد جناب آقای اردوغانه که رئیس مرکز همین پهپادها و این تشکیلات های که اون شرکت ساخته، و خیلی هم اون آمد گفت که آقا ما آمدیم، شما که هیچ چیز رو نه پیدا کرده بودید نه داستانی، ما به خاطر اینکه میدونستیم
قبل از که بیایم به ما دستگاه امنیتی مشاوره داده بودن که اینها نامردن، حالا ما داریم به اینها کمک میکنیم، دارید میرید همه چیز رو هویدا کنید، یعنی به صورت لایف پخش بکنید. همون لحظه من همون شب گفتم 2,300,000 نفر داشتن این رو لایف تو یه دونه از این شبکه های ترکیه میدیدن که این هواپیما داره چیکار میکنه، کجاها رفته، چی رو پیدا کرده، چی رو پیدا نکرده و اینها. خب از اون 2,300,000 نفر 300,000 نفر از ایران تشریف داشتن. میدونی ما ایرانی ها اصلا خورمون اینه دیگه، مثلا چی میدونم رونالدو یه گل میزنه یه دست نشون میده که یه ذره اشاره به ایران، سری میریم پای چی میتونم پیجش هزار چیز براش مینویسیم. اینجا هم از این ام مستثنا نبود. آقا گو آقا ما همه چیز لایو گذاشتیم، همه چیزم هم به شما نشون دادیم، کاری کار ما بود. حالا شما میگید نه با فدای سرم، ما که نقشه هامون رو برداشتیم، کارایی هم که میخواستیم کردیم، حالا اون پرچم هم که مالیدیم به کون علی خامنه ای مرد زدیم پرچم ترکیه رو، حالا میخواین بخواین نمیخواین نخواین دیگه، مادر مرده دیگه، عذاب و شیون و این داستان ها دیگه چیه؟ طرف کارشو کرد اومد رفت تموم شد. حالا شما هی بیان رئیس هلال احمر اومده، نه کار اونها نبوده، تیم ما بوده. تا دیروز اینا میگفتن تیم ماست، بعد اون بچه های تکاور نمیدونن نیروی زمینی گفتن کار ماست، بعد این مرده پسر خبرنگار شبکه یک کیه تو خبر کار میکنه با او نمیدونم فلان، این اومد رفت نمیدونم با این موتور سوارا صحبت کرد، هیئت موتور سواری اتومبیل رانی تبریز، اونا گفتن اول ما رسیدیم، اینا گردن نگرفتن، اون بچه ها فیلم رو پخش کردن. برای اولین بار شما به عبداللهی سخاری و با این مرد خاک برسر سخاری رو در فیلم این بچه ها دیدید که اولین بار رفته بودن بادم جون کبابی، حالا اینا رفته بودن. شما وقتی چه میدونم یه روده راست، مگه 45 سال شما چی رو درست گفتید که الان بخواید؟ اصلا به نظر من وا بده ولش کن. اصلا روزنامه همشهری هم امروز ازشون انتقاد کرد، چون اینا تحت فشار هستن دیگه، خبرنگارای داخلی هم تحت فشار هستن. روزنامه همشهری اومد دو تا از منابعی که خودشون منتشر کردن رو بغل هم دیگه گذاشت و گفت آقا بیاین شفاف سازی بکنید، این چیزی هستی که شما گفتید و ما هم داریم منتشر میکنید، ما الان کدوم یکی رو باور بکنیم؟ یعنی تا این حد تناقض‌گویی توی خودشون هم هست که نمیدونن کدوم یکی درسته، خودشون هم نمیدونن کدوم یکی درسته. آقا متاسفانه حالا ما یه چه میدونم عادت بد یا عادت خوبی ما ایرانی ها داریم، پدری میمیره خدا همه رو 150 سال عمر بده، پدری میمیره مادری میمیره پیر اگر باشد، میبریم طرف رو دفنش میکنیم، شب میایم خونه تازه نمیدونم چرا ما رو مرگ خنده میگیره، همجان دختر با پسر خاله شروع میکنه شوخی کردن، این با اون شوخی کردن، خب اصلا فراموش میکنیم که 2 ساعت پیش ما اون بنده خدا رو بردیم چالش کردیم یا حداقل تا 3 و 7 آبروداری بکنیم. این بی پدر که یه عرب زاده بود، نه با ما سنمی داشت نه با ما فلا، وا بدی تموم شد، دفنش کردیم رفتیم. امروز دوباره کشور از این سر تا اون سر اعتراضات بود، از این سر تا اون سر بدبختی بود. ما الان باید بریم این قضیه رو ببینیم و بعد بریم دنبال داستان اسرائیل رو فراموشش کردیم، چی شد جنگش، اتفاقات چی شد. به نظر من بریم دیگه مردم اینا رو باید کم کم فراموش کن. آقا زدن کشتنش، کشتن تموم شد، ولی خبرش تا 1 هفته 2 هفته دیگه درد نمیاد، دوباره مثل رفسنجانی یا 1 سال بگذره یا 6 ماه بگذره یا اینکه این رژیم قرار سرنگون بشه بعد از اون دیگه همه چیز در میاد. بریم سوال امشب رو. پیما دیشب در مورد فرمانده ناجا سردار رادان صحبت کردی و خیلی ها هم اومدن ویدیوی ما رو به اشتراک گذاشتن، مطالب شما رو حتی گرفتن به اشتراک گذاشتن، این اصل مطالبی که شما میگفتید اونا اومدن توی پیجاشون توی لایوهای زندهشون اومدن گفتن و این باعث شد که رادان رو بیارن جلوی دوربین و بگن که بعد معاندین باز هم اشتباه گفتند و دارن جفسازی میکنن. معاندین های معاند اومدن جفسازی کردن. خب میخواستم ببینم که تو چه خبر جدیدتری داری که بیای بگی تا دوستان بیان کپی برداری بکنم بیان بگن بدون منبع، بدون ذکر منبع، چه خبر جدید داری به من بگی پیمان؟ اولا که من میخوام
خیلی خوشحالم از اینکه برنامه ما رو تمام این زنان میشینن نگاه میکنن، حال میکنن. چرا؟ چون این گم شدن این رادان از یکی دو روز قبل بود، خیلی ها خبرش رو رفتن اینا، ولی اینها هیچ واکنشی نشون ندادن. به محض اینکه ما دیشب بند تنبان اینها رو آب دادیم، این امروز آمد جلوی دوربین. اما من از همینجا بهش میگم خیلی خودش رو زرنگ میدونه، ولی خر خودشه. اگر راست میگه باید با زیر پیراهنی مصاحبه رو میگیره، چون خوشبختانه امروز بچه‌هایی رو که من گفتم یکی دو روز اینجا درگیر بودن، بهشون پیام دادم از بچه‌های نیروی انتظامی که زحمت کشیدن، خبرای دیگر هم لخت میشه الان لخت میشه. اگر بشه نگاه کن صادق، جالب اینجاست، میگن که سمت چپ بازوشه. امروز این بچه‌ها به من گفتن، گفت آره تو تمام نیروی انتظامی هست، حفاظت برای کل فرماندهان نیروهای انتظامی دستور مؤکد داده، حتی اونایی که مثلا سلسله مراتب دارن و شنیدن و اینها، گفتن اگر از یک جایی این درز بکنه ما پدر صاحب بچه رو در میاریم، یعنی انفصال از خدمت میکنیم، زندانی میکنیم، یعنی کاری کردون که کسی نگه. این دوستان برگشتن گفتن آقا پیمان همین بود، ولی شما خبری رو که دیشب دادید یه ذره اینوری بود. گفتم یعنی چی اینوری بود؟ گفت متاسفانه یه تازه دامادی بود، رانندش بود، اون فوت شد، حالا شهید شد. اونی که من گفتم دیروز اینا اسلحه رو زدن به طرف اون از تو گلوش رد شده، میگه خرخرش رو پاره کرده بود، با اسلحه یه کلاش هم زده بود. بعد برای من جالب بود، من گفتم که این مردک مگه این ماشینش نباید ضد گلوله باشه؟ گفت نه، هیچ وقت فرمانده نیروی انتظامی ماشیناش ضد گلوله نیست. اون زمان عهد دقیانوس اینا یه سری بنز های مثلا زمان قدیم رو داشتن، اونا ضد گلوله بودن، ولی تازگی همین رادان که آمد ماشین های نوپو پوپو، یه گروه ضربتی دارن اینا. بله نوپو. آها. گفت اونها یه سری از این تویتو های گنده از ژاپن خریده بودن که برای عملیات ویژه. میگه این مادر مرده برداشت و دو تا از اونها رو برداشت برای خودش، دو تا، چون میگه شکل سیاه دارن، پنج شیشه ها همه سیاه و فلان اینجوری، یه مثلا قیافه و اینها داره. و گفتم که آخه معمولا این که مثلا میگفتن که اینو تردد میدن این ور اون ور، این خودش عقب میشینه. گفت نه این خیلی اتفاقا داش آقا بود، میامد همیشه دوست داشت جلو بشینه، چون به خاطر اینکه خودش رو نشون بده. میگم خدا میخواد یکی رو بزنه، اصلا چجوری میزنه؟ میخوام بگن که امنیت داره اینجا. نه میگه که اصلا این خوره داره، میگه حتی تو مسیری که رفته تو تهران معروفه بین نیروهای انتظامی، میگه اون ماشینش بلنگو داره، نه از این بلنگو رو آسمون، نه، میگه تو جایی که موتور هست یه قسمتش رو بلنگو کارگاه داشتن. میگه مثلا از بعضی چهار راه رد میشه، بچه های یگان ویژه اونجا بایستادن، میگه مثلا میگه همکاران خسته نباشی، بعد دوباره میره یه جایی دیگه، میبینه مثلا یه ماشینی داره تخلف میره یا دوبله پارکر، میگه همونجا هشدار میده، میگه این قدی طرف اسکله. به قول تو حالا شاید هم مثلا میخواد بگه نه ما امنیت ما این هم بالاست، بی ناموس، اگر شما امنیتتون بالاست که طرف با تیمتم دوشکا و کلاشینکوف و اینا نمیره دزدی نمیکنه، دوربین اینا رو میگیره، هفت نفرن با خیال راحت، دیدی که هنوز هم نتونستن بگیرن این گندکاری ها و این دراز و خاک بر سر رو کشتن دیگه، کلن اون رفت به حاشیه، اینم راحت شد. اما حالا دور از شوخی و اینها من بگم، دوستان میگفتن که بله ایشون وقتی که متاسفانه رانندش کشته شد، حالا اون از خرخرش رد شده، چجوری بوده؟ گرفته به دست این، گرفته به دست، به بازوی این، و اینکه امروز هم آمده بود مصاحبه، اینها میگفت اصلا مشخص بود، برید الان فیلمو امروز پخش کردن، میگه آقا پیمان فیلمی رو که امروز این گذاشته مال ستاد فرماندهی ما، نظارت بر خیابان‌های تهران بزرگه، میگه اونجایی که داشته صحبت میکرده بکراندش یه عالمه تلویزیون بوده، میگه اتاق فرمان ستاد فرماندهی که نظارت میکنن کجاها ترافیک، کجاها اتفاقی افتاده، کجاها نیفتاده و اینا. و میگه جالب اینجاست، این ستاد فرماندهی پشت بهداری نیروی انتظامیه. خب گشتم گفتم خود بهداری چی؟ مگه این بیمارستان نخوام؟ گفت نه، اینها آمدن سرپوش بذارن رو قضیه، اگر این رو تو هر بیمارستانی میبردن لو میرفت قضیه. خلاصه اونجا همه پرستارا با پزشکا که با جمهوری اسلامی نیستن، یه دو تا آدمی، دو تا بیماری از اون رد میشد، میدید اینها رو. و اینها چیزهایی بود که من دیشب نگفتم، برام جالب بود که این دوستان
زحمت کشیدن، خستم نباشن، خیلی جالب بوده. یه اطلاعات دیگه به من داد، گفتم واقعا میدونم این چند روز به خاطر رئیسی گرفتار بودی. گفت آره، ماها رو اصلا کلا از استان البرز به صورت آماده باش برداشتن بردن برای تهران، ولی پیمان این رو بهت بگم. گفتم چیه؟ گفت اینا میخواستن اون حضور مثلا میلیونی و فلان و اینها رو به وجود بیارن، تعداد بسیار زیادی اتوبوس از ارتش، از نیروی انتظامی، سرویس ها، از دانشگاه ها، از کل مراکز که فکرش رو بکنید، میگه آورده بودن و کل اتوبوس هایی که خطی کار میکنن، مثلا تهران به رشت، تهران به زنجان، تهران به اردبیل، تبریز، فلان، میگه اینها رو کلا گرفته بودن، کلا اجاره کرده بودن. و جالب میگه اینجاست، میگه تو همین اتفاقات و تو این تجمعی که شد و تو این شلوغی که شد بود، میگه تا 100,000 نفرم بودن که آمده بودن، میگه تو 15 تا جایگاهی که اینا داشتن، چون میگه نهار دادن به اینها، خیلی ها رو میگه از اردبیل، از زنجان، از اطراف تهران، استان تهران، نه تهران بزرگ، میگه خیلی ها رو از اون ور برداشته بود، آورده بودن. و جالب هم اینجاست، همشون هم لیست داشتن، همشون هم یا کمیته امدادی بودن یا بهزیستی. صادق گوش کن، افغانی هم به تماسی بودن. حالا اونا رو من نپرسیدم، چیزایی که این داشت میگفت، میگفت کمیته امدادی بودن، لیست داشتن، هر کدوم گروه داشتن، مثلا 4 تا اتوبوس از اشتهار به کرج آمده بودن، رئیس کمیته امداد با اینها بود، با مثلا چه میدونم 500 نفر از اینها، و به اینها گفته بودن داریم میریم اونجا، نهار پیش ما هستی. رئیسی زنده بودنش با نهار بود، مرده بودنش هم با نهار تمام شد. میگه جالبه، تو 15 تا از این جایگاه هایی که میخواستن نهار، میگه نهارا رو یک بار مصرف میدادن، میگه زرش پلو با مرغ بود با کباب کوبیده لامصا، میدونم اشمل باقالی هم دادن یا نه، مغزی گردو اینه داستانا. میگه تو 15 تا جایگاه چاقو کشی شد، تو 15 به خاطر غذا. گفتم یعنی چی چاقو کشی شد؟ یعنی از بیرون اراذل اوباش کن؟ نه آبا، اینا خودشون اراذل اوباش بودن برای اینا. میگه ما 50 بار گفتم خواه اینا رو، یعنی تو کسی بوده که تو؟ گفت نه دیگه آقا، ما وقتی بیسیم داریم یه پیج میزنه میگه برید منطقه فلان، نمیدونم درگیری اینجوری، میگه ما متوجه میشیم داستان چی و چی نیست. میگه 15 تا جا فقط چاقو کشی شد برای قضا. میگه 4 تا اتوبوس از این اتوبوس های خیلی خوشگل که خطی، مثلا مال شخص خاصه کار میکنن، حالا تهران به تبریز، تهران به نمیدونم ارومیه و فلان، میگه نزدیک به 4-5 تا اتوبوس ها رو هم زفتش رو زدن، هم وسایش داخلش رو زدن. گفتم یعنی چی؟ یعنی راننده ها مگه بودن؟ گفت نه آقا پیمان، اتوبوس ها بسیار زیاد بود، راننده نمیتونست مثلا توی این آفتاب و توی این گرفتاری 6 ساعت اونجا بشینه. بلند شدن رفتن، حالا توی یه جمعی که کل راننده ها بودن بحث میکردن، آقا حقوق دادن ندادن، با شما چقدر حساب کرد، تو این فاصله میگه 5-6 تا اتوبوس تو مسیر ما، میگه تو حوزه ای که ما بودیم، یعنی مسئولیتش با ما بود، ضبطا رو بردن، وسایل های قیمتی داخل ماشین رو بردن، راننده ها آمده بودن به سر و سینه شون میزدن، که این مسئولین که میگفتن مسئولین هر منطقه، فرمانده سپاه اون منطقه بود، میگو به اینها میگفت ساکت باشید، حرف نزنید، گندشو در نیارید، ما همه رو برای شما فاکتور سازی میکنیم، فلان میکنیم، پول شما رو میدم. خب نگاه بکنید، یه مشت دل دوز، یه مشت گرسنه بدبخت که به خاطر غذا چاقو کشی کردن، شکم همدیگه رو پاره کردن، یه مشت دوز و اراذل و اینا دیگه، کمیته امدادی و بهزیستی رو برداشتن بردن اونجا. خب به نظر تو اینا دلی رفتن؟ عمرن نرفتن. من رئیس کمیته امداد برگشتم گفتم آه این ماه هر کی آمد نیامد، این چوس مسخال مستمری رو از شما میگیریم. خب یه پیرزن 70 ساله 80 ساله که دلش به همون خوشه، شوهره مرده، یه آلونکی داره، خلاصه یه آب باریکه میاد پول نون بربریش میشه، میگه همینم اگر من بلند نشم نرم، فردا همینا هم میگیرن از ما. گوش میدی؟ اینها رو به زور برداشتن آوردن. من میگم همیشه اینها در بزنگاه‌های خودشون فقط افراد رو برای پر کردن اون سیر که خودشون میخوان، گوش میدی؟ اون سیر که مسخرهشون میخوان، که این چند روز تا تونستن هی پروموت کردن خودشون رو، هی پروموت کردن که خلای عدم شرکت مردم در این دو انتخابات اخیر رو
پر بکنن. اینها اینقدر احمقند که نمیدونن 50 روز دیگه دوباره دهنشون سرویسه. خب اینا قرار 8 تیر انتخابات ریاست جمهوری، کدوم ریاست جمهوری؟ صادق قبل از اینکه سوالاتتو بپرسی، من یه چیزی رو به بینندگان عزیز بگم. 1700 نفرم دارید ما رو میبینید. من دیدم بعضی از سایت ها که از دست همین سایبری ها و مزدوران حرامزاده رژیم آخوندی هست، آمدن از شب گذشته دارن ذهن ها رو جهت میدن. چجوری جهت میدن؟ من دیدم نظرسنجی گذاشتن، گفتن که شما آیا در انتخابات به این به کدام یک از این افراد زیر رأی میدهید؟ یعنی دارن چی رو تلقین میکنن؟ یعنی شما میایین رأی رو میدید، این که رأی بدیم آقا وظیفه ماست. تو گو خوردی حرام زاده، شما در قبال ما چه وظیفه‌ای دارید که در این 45 سال یا سر ما رو کلاه گذاشتید یا جیب ما رو زدید یا دزدی و اختلاس و هر کاری که دلتون خواستید؟ چرا ما باید فقط تو بزنگاه به دنبال شما؟ در این 45 سال پدران ما اینقدر دنبال شما دویدن، کجا رو گرفتن؟ روز به روز از 45 سال قبل تا امروز نگاه بکنید ما چقدر پسرفت داشتیم و کشورهای دوروبر ما چقدر پیشرفت کردن. از این آذربایجان دوزاری نگاه بکنید، همین ترکیه که اصلا اقتصادش فلجه نگاه بکنید ببینید داستانش چجوریه، عربستان و این کشورهای حاشیه خلیج فارس که دیگه اصلا هیچی من در موردشون نمیگم، چون ما دیگه با سرعت نورم نمیتونیم به اونها با این رژیم جنایتکار برسیم. پس دوستان مراقب باشید، ما تحت هیچ شرایطی، ما تحت هیچ شرایطی، من دیدم اونجا تو اسامی زدن مموتی، آقای بوتاکس، بعد این پسر روحانی، مصطفی تاجزاده، تاجزاده تو زندان بی‌ناموس گرفتینش به خاطر 2 تا حرف. اصلا تاجزاده بیاد، نمیدونم فلان زاده بیاد، اون یکی زاده بیاد، ما تحت هیچ شرایطی در انتخابات، یعنی در این سیرک مسخره جمهوری اسلامی شرکت نخواهیم کرد. شما دارید نگاه میکنید سرانشون رو یکی یکی، یا خودشون دارن میزنن یا اسرائیل داره میزنه یا یکی دیگه داره میزنه. کشورهای همسایه ما هم هیچ کدوم حال دیدن اینها رو ندارن، چندششون میشه. به همین خاطر دیگه نیاز نیست ما بریم اینها رو پروموت بکنیم. اینا تا چند وقتی دیگه خیلی شیرین و شیک و مجلسی سرنگون خواهند شد. فقط این 80 میلیون مردم ایران باید بتوانند در کنار هم یک اتحادی داشته باشند و اون تیر آخر، اون میخ آخر رو به تابوت اینها بکوبونند. حالا میایم جلوتر در مورد انتخابات خیلی صحبت میکنیم. امیدوارم افرادی بیان واسه یه کاندیدا، همون افرادی باشن که فیلماشون توی لپتاپ تام هست، ما بعدا بریم جلوتر حال کنیم باهاشون. پیمان، در مورد همین انتخابات گفتم سوالم رو یه خود زودتر از موعد بپرسم. امسال تو لفظ رو زدی و گفتی که جمهوری اسلامی امسال ساقط میشه و سرنگون میشه و تو این چند روز یه سری اتفاقات افتاد و خیلی ها هم از درون نظام که با خود نظام هم بودن هی دارن میگن که آقا مواظب باشید، سرنگونی نزدیک و اینجور حرفا زیاد میزنن و خیلی هم اومدن پیشبینی کردن که تا 6 ماه آینده رژیم جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. میخوام ببینم که در این مورد تو چیزی شنیدی که به ما هم بگی که واقعا آیا ما تو 6 ماه آینده باز هم منتظر اخباری باشیم که هی سرنگونی رژیم رو نزدیکتر میکنه؟ اتفاقا تو همین سایت های اروپایی، یه دونه سایت آلمانی بود، یه دونه سایت فرانسوی بود، تحلیلگر ها آمدن گفتن که این وضعیت حال حاضر این کشور رو داریم میبینیم، این حکومت دیگه حکومت شدن نیست، یعنی ماندنی نیست، انقریبه که سرنگون بشن. ولی صادق، حالا من اصلا کار ندارم این چی میگه اون چی میگه، منم دیدم و این کانال های داخلی هم خیلی ها برگشتن گفتن نهایت اینها 6 ماه دیگه. صادق، اینها از 1-2 هفته دیگه این خاک مرده سرده دیگه، اینو فراموش میکنن، این خاک بر سر و دراز و اینها رو میذارن کنار، میان چیکار میکنن؟ باید مثل سگ و گربه بیافتن به جان هم. حالا ما میگیم امروز من دیدم خاتمی آمد گفت نه این چه انتخاباتی قراره بشه، نه اصلا ما شرکت نمیکنیم، فلان نمیکنیم. آمد مثلا خاتمی احمد، مطمئن باش علی خامنه‌ای به تو چراغ سبز نشون بده، بگه تو هم میتونی به ثبت نام کنی، فردا میگی که بر همه ما وظیفه است بیا. بس همه شما کثافت و لجن هستی، اما همه هم از هم دیگه آتو دارید.
خب قبل از مردن رئیسی دیدید که رایفی پور و فلان برای یه انتخابات زفرتی مرحله دوم دوازدهم نمیدونم مجلس طویله مجلس چه گندکاری های از هم دیگه. ما زن اون یکی مادر اون یکی بود، مادر اون یکی چه میدونم دامنش تو خونه این یکی بود، رایفی پور دزدی های مشاور قالیباف رو لو داد، اون یکی فیش نمیدونم حساب رایفی پور رو لو داد که 100 میلیارد یه مرکز فرهنگی، یکی زن سومش لو داد، این یکی زن سوم معاون اجرایی نمیدونم چه میدونم امور ویژه آقای سردار جمال الدین آبرومند رو لو داد، اون یکی اون یکی نماینده آخونده اسمش چی بود همش یادم میره، اون است اون مثلا اون اومد نمیدونم این یکی رو لو داد و فلان، این تازه برای مثلا مرحله دوم برای رسیدن به صندلی های سبز طویله مجلس بود. حالا دیگه ریاست جمهوری که دیگه داستان دیگه ای داره. من دیدم از همین ساعتی قبل جلیلی شل جلیلی شل خودکار این دیدم یارانش آمدن در جوب سیستم راه انداختن سایت زدن فلان، تمام عکسای جلیلی با خاکبرسر رو گذاشتن، خوش میدی که نشون بدن این مثلا نزدیک بوده، حالا شما حالا اون نیست به این شل خودکار رای بدید. خب جالب این شروع کرده از الان. خب روحانی هم که تا دیروز میگفت اینا بدن منو رد صلاحی، یعنی چند روزه میگه آقا باید بحث در مورد انتخابات بشه و فلان، یعنی دوباره اومد 180 درجه موازش رو عوض کرد. خب اینها گند هم دیگه رو خوب بردن. مموتی هم که دیدی مموتی هم یهو گلاف میزنه ولی سنگین میزنه، یهو میزنه دام میکنه طرف رو، آمد اونم الان داره برای خودش میاد دوباره کتشو رفته شسته، دوباره کتشو اتو زده، دوباره با همون داستانهای قدیمی. اینها تو همین 10-15 روز دیگه تو مجالس مختلف اولا شروع میکنن گندی رو که جناب آقای رئیسی زد با این دولت تخمی تخیلیش که نمیدونم دلار رو چندی گرفت، دلار به چندی رسید، طلا چی بود، الان چیه، بورس چی بود، الان چیه، میان اینا رو میگن و در این حال افشاگری میکنن از پشت پرده همدیگه. خب 80 میلیون مردم ایران هم آماده نشستن که گندکاری های اینا رو ببینن. این مردم عزمشون رو جذب کردن صادق، یک بار نیامدن پای صندوق دیگه نخواهند آمد. این رو من برای اینجا امضا میکنم مینویسم، این مردم دیگه بیان نیستن. این جمعیتی هم که شما دیدید نیمی رو با اجبار آوردن که همین بچه های به ما گفتن داستان چیه؟ جمعیت چقدر بود؟ تخمین میتونی بزنی؟ خیلی ها به من گفت آقا جمعیت رو دیدی؟ آقا جمعیت نه صادق نگاه تو تهران اصلا بگیم 500 هزار نفر، خب تو تهران چقدر جمعیت داریم؟ تو رشت که اومدن اون داخل اون میدان ذهابش 9600 خورده، خود کامپیوتر به اینها داد قشنگ رقم و زد و فلان و اینها به اینا گفت. اصلا اینا رو توجه نکن. من دیروز اومدم قسم خوردم به خدای کنار قلبم گفتم نمیخوام کوچک نمایی کنم، ولی این جمعیت نصفش مثل همون رأیای باطله بود که اینها رو به زور برده بودن، نصف دیگه سرشون تو آخر علی خامنه، یعنی علی خامنه این نباشه اینا بعد از گشنگی بمیرن، پس باید آب در آسیاب به اونها. بله زن و بچه سپاه و پاسداران، تو فکر میکنی مثلا یک کارمند یه سرهنگ سپاه و پاسداران چه کاری بلده بجز این که هر روز بلند شه بره اونجا آستینشو تا اینجا بزنه بالا، دامن میگم دامن بپوشه، دمپایی بپوشه، وضو گرفته تو سپاه بره بالا بیاد پایین پشت سر این حرف بزنه زیر آب اون. تو فکر می‌کنی اینا مثلا تو سپاه میشینن موشک هوا میکنن یا میشینن تو سپاه مثلا فکر مهندسی میکنن فلان؟ نه، یه مشت آدم بی سواد که اون اوایل رفتن حالا تو بسیج و مسجد به اینها وضع شدن، شب خوابیدن صبح بلند شدن یه درجه سرهنگی گرفتن. خب این باید که الان داره ماهی 50 میلیون حقوق میگیره فقط میره اونجا میشینه دم زورم میاد خونه اشغالشو میکنه، اون باید با زن و بچه در اختیار علی خامنه ای باشه، اون باید زن و بچهشو زیر آخوندها بخوابونه، اونها رو نمیشه کاریشون کرد. چرا؟ چون اونها خودشون رو به خواب دادن، نمیشه اونها رو بیدار کرد. من طرف صحبتم با این 80 میلیونه و این 80 میلیون نفر هیچ وقت به اینها رأی نخواهند داد. شما میگید 6 ماه دیگه، من میگم شاید هم تو همین 50 روز دیگه کلک رژیم کنده بشه، اصلا سرنگون بشن. تا 50 روز آینده هیچی قابل نگاه صادق یادت من قبل از مردن این خاک برسر هی به تو میگفتم که نگاه کشور آبستن حوادثه، هی اینو من هر شب میگفتم، هی میگفتم ما آماده ایم یه جرقه بخوره، البته این جرقه نبود یه ترقه بود، زدن خار طرف و سلامات دادن.
من الان هم همین رو میگم. نگاه تمام بیس روی زمین رو تو داری میبینی، بازی این رژیم رو تو نگاه. ایران یک کشور عظیم با یک پیشینه بسیار کهن صادق، امثال مثل مخبر اصلا رئیس یک اداره کوچک تو ایران هم نمیشن. این الان در حال حاضر معاون اداری مالی علی خامنه ایه، تا الان نقش صندوق پول علی خامنه ای رو بازی میکرده، پسرش میخواسته ببره نمیدونم دختر حداد عادل و اینا، میدید طبیعی که نمیزان که هی اینا میبرده انگلیس. این پولا از کجا میامده؟ از همین آبالبالویی که به عنوان اون کرونا انداخت به ما فرو کردن، برکت واکسن کرونا آبالبالو با تم آبالبالو به ما فرو کردن، 50,000 نفر مردن. از وقت خندم میگیره از این مسخره بازی اینا. بعد آمدن به این اسکول گفتن تو بیا بشو مثلا رئیس جمهور. خب صادق جان آدم درسته، باید بعضی وقتا خدا پدر ما رو ببخش بیامرزه، میگفت که اول که آب بیدیم بعد که تومانه بکن. میگفت اول آب رو ببین که آبی هست بعد لباستو بکن برو شنا بکن. اینها آب رو ندیدن. مخبر اصلا ریاست جمهوری سرش رو میگیره. این عوامل داخو پاخوی مثل این مرد شل خودکا جلیلی و مثل نمیدونم همین مخبر رو، مثل اینا در حد و اندازه ایران بزرگ و 80 میلیون 85 میلیون مردم ایران نیستن. مگه اداره کشور مسخره است؟ رئیسی نشون داد، رئیسی سوگلی آخوندها بود، سوگلی این رژیم بود که آمد نشون داد آقا ما هیچی تومون نیست، هیچی بارمون نیست. گوش میگی؟ رفت، یعنی گوه زد به این حکومت و به این رژیم رفت. حالا بعد از این اینا میخوام مهندسی بکنن، میگم یا مخبر بشه یا این مرد غالیباف بشه یا نه حکم حکومتی بشه، بگن که آقا سپاه تصمیم گرفته همه آخوندها شورای نگهبان رفتیم از علی خامنه‌ای خواهش کردیم تمنا کردیم پسرش مجتبی خامنه‌ای به تبع مثلا اون طرح تیپ عربستان که بن سلمان آمد ازش خواهش کردیم این پسر مثلا با وجودش بیاد بشه رئیس جمهور. از این سراح دیگه خارج نیست. از این به بعد گروه رایفی پور و اون مرده رسائی و اون زلنوری و نمیدونم این بر غالیباف و تیمش و اون بر مموتی و تیمش و این بر روحانی و تیمش و اینها از این به بعد تو این 50 روز به جان هم میافتن. حالا بشین ما فقط باید بشینیم خنده بکنیم. گندهای اینها از هم رو خواهند کرد که اون استکاک به وجود، اون جرقهی که من میگم به وجود خواهد آمد. و امیدوارم در این 50، شما میگه 6 ماه، من میگم تو این 50 روز کلک اینها کنده خواهد شد. امیدوارم. بله پیمان، یه خود جو رو عوض کنیم، از چیز بیایم بیرون، از رئیسی و این اتفاقات رئیسی بیایم بیرون. سوالی که من دیشب میخواستم ازت بپرسم و الان ازت بپرسم، خود جو رو برگردونیم که اگر فرصت نشد من دیگه اینو حداقل من پرسیده باشم. اینکه دیروز کشورهای عرض به خدمت شما ایرلند و اسپانیا و نروژ، فلسطین، آره فلسطین رو یک کشور به رسمیت شناختن، کشور فلسطین رو، و خیلی هم صدا کرد بین حالا جوامع بین الملل و رسانه ها. اینو میخواستم دیشتر ازت بپرسم که واکنش اسرائیل چه بوده و تو چی بیشتر در این مورد میدونی؟ از کجا شروع کنم؟ نگاه اولا که اینا سه تا کشور آمدن رسما اعلام کردن که ما این فلسطین رو حالا به عنوان یک کشور از این به بعد میبینیم و از هفته دیگه هم تمهیدات رو میچینیم که اینا سفارتخونهشون را بیفته فلان بیفته و اینها. همین جایی که الان ما هستیم اینجا تو آلمان سفارتخونه فلسطین هست، تو اکثر کشورها هم سفارتخونه فلسطین هست و دارن فعالیت میکنن. اما حالا خب چون به عنوان کشور نتونستن یه جورایی با اسرائیل کنار بیان، هنوز سفارتخونه ها به عنوان سفارت کشور فلسطین شناخته نمیشه. چرا؟ چون جایگاهی در سازمان ملل هنوز ندارن، کرسی ندارن. اما همین ها چند دهه قبل بود، اگر اشتباه نکنم 128 129 تا کشور چند دهه قبل آمدن رأی دادن و
فلسطین رو به خاطر همون جنگ هایی که از قبل با اسرائیل داشتن، گفتن آقا دیگه بیاین دو کشوری بکنید تمومش بکنید بره پی کارش و فلان و اینها. همون موقع تا نزدیک 130 کشور دنیا فلسطین رو به عنوان کشور پذیرفتن، امضا کردن، همین الان دفتر و دستک و نامش هم تو سازمان ملل هست. این دیگه حالا دوباره اینها اومدن اینو گفتن، به نظر من دیگه اسرائیل نباید ناراحت بشه. البته اسرائیل من دیدم واکنشش، این جناب آقای نتانیاهو البته حق داره، میگه اینا تجاوز کردن 7 اکتبر به ما، هنوزم فیلماش داره پخش میشه. امروز یه فیلم مشمئز کننده ای پخش شد، یه بیناموس آقای جلوی دوربین گو اول پدرم دختره رو کرد، بعد من کردم، بعد دادم دوستم کرد، بعد پدرم دختره رو کشت. کشتش بند، یعنی اول کردیم بعدن کشتیم. خب شما بیناموسید، شما کثیفید، بعد شما ها میخواین بیاین دارای کشور بشید. خب حالا این کشورها، من احساس میکنم، من احساس میکنم اینها میخوان یه جوری از دست همین فلسطینی ها و همین عربایی که الان آمدن این، و میدی که 2015 پنجره منجره باز شد، این جکسون توی نه این میخواستم محلش نکنم بردی یا به این جسی رو بگیم هی میخواستم محلش نکنم دوستان به خودم بردی یا میدوید از اتاق فرار میکنم بینو بگیرش گوش بینو بگیرش صادق من یادم رو بذار تمرکز بکنم یه لحظه. داستان داریم. آها این رو داشتم میگفتم، این رو داشتم میگفتم. جناب آقای نتانیاهو برگشت که شما آمدی در 7 اکتبر یک همچین کار، آها اینو میخواستم بگم، عذر میخوام، ببخشید از بینندگان عزیز، برای تبلیغات میان برنامه اشکال نداره. نکنین این کشورها میدی که 2015 این در گاله رو باز کردن، یه عالمه از این عربا ریختن این بر تو اروپا، پرن تو آلمان، اسپانیا، همین کشورهای اسکاندیناوی و چه بودم ایلند و نروژ و پرویژ اینا زیر مجموعش هستن، ریختن پر شدن. میدونی عربا هم که کار بکن نیستن، مفت میخورن، چی میگن، چنگل میخورن لنگر میندازن، کاری نمیکنن. اینها میخوان یه کاری بکنن، چون میدونی طبق قانون حقوق بشر شما اینها رو وقتی قبولشون میکنید، اگر کشوری نداشته باشه شما نمیتونی اینها رو پس بفرستی. کجا پس؟ اینا که کشور ندارن. به خاطر همین اینا میخوان بیان این قانون رو تصویب بکنن، همه هم دارن یه جورایی ترغیب میکنن آقا بیا این قانون دو کشوری رو تصویب بکنیم، لااقل اینها بفهمن از فردا کشور دارن، رئیس جمهور دارن، نخست وزیر دارن، باغ دارن، بیجار دارن، فلان دارن، برگردن برن کشورشون، زن بچه ما اینجا از دست اینها راحت باشه. خب اما اسرائیل مشخصا نتانیاهو امروز آمد خیلی تند و قاطع برگشت گفت که من تحت هیچ شرایطی قبول نخواهم کرد. چرا؟ چون شما میخواین اینها رو از سر خودت و این تروریست هایی که 7 اکتبر اون فاجعه رو رخ دادن و همین الان دارن اروپا و آمریکا رو به گند میکشن. دیدید که نماز میخونن وسط خیابون، اتوبان ها رو میبندن، میکشن، شیشه ها رو میشکنن، دزدی میکنن. که شما میخواین با این طرح یک کشور زپرتی بدون زیرساخت، بدون فکر، بدون بودجه رو راه بندازید، اینا رو همه رو برگردونید بیان وبال گردن من و مملکت من بشن، که حقم داره. و ما یه همچین اجازه ای نمیدیم. تمام لابی های ما در چه میدونم دنیا تلاش خواهند کرد که این به توافق نرسه. یک اتفاق بسیار جالبی هم افتاد حالا در خلال این داستان براتون بگم، و این که جناب آقای بوزبایتن کلن سیاست خودش رو عوض کرد. من دیدم آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید بعد از سفری که به عربستان داشت رفت با بن سلمان نشست کرد، بعد آمد تو اسرائیل، اینجا هم یک نشست و فلان داشت که به این خوردن این مرده، به کو خوردنش و کشتن و خاک بر سر کردن اینها رسید. اون یه ذره تو رفت تو حاشیه، کسی متوجه نشد. آقای جک سالیوان آمد اینجا اتاق جنگ اسرائیل، قشنگ براش تشریح کردن که ما در رفح داریم چیکار میکنیم. میدونی که الان 1,500,000 که ما تا چند وقت پیش هفته قبل حرفشو میزدیم که این جنگ زده ها رفته بودن دوروبر رفح بیتوته کردن، داشتن تو چادر زندگی میکنن، کل 1,500,000 رو الان خارج کردن. اسرائیل تو همین چند وقت همشون رو خارج کرد، برد ساماندهی کرد. اون دفعه که در مورد خرید چادرها از چین و اینا من شما گفتم، تمام اینها رو ساماندهی کرد. اینها رو همه رو با فیلم و مستمدن به آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید
همه رو بهش گفتن، نقشه ها رو گفتن، برنامه ها رو گفتن، گفتن حالا ما داریم خیلی نرم فرو میکنیم و واقعا هم دارن این کارو میکنن، خیلی هم پیشرفت داشتن، دیگه هم عنقریبی که دیگه ماجرای رفح رو تمام بکنن. وقتی آقای جک سالیوان بلند شد رفت آمریکا، با آقای بوز بایدن نشست، گفت که آقای کشمشیان چشماتو وا کن، خوب نگام بکن، این داستانیه که اینها برای من این اسناد و این مدارک و این ویدیو و این فلان رو به من دادن. آقای گوز بایدن خلاصه نشست قشنگ توجه کرد، داستان رو متوجه شد و جالب شب گذشته تو یه دونه از این میتینگاش که یه میتینگ از این با این میتینگای پولی بود، یعنی می‌خواستن براش بودجه جمع بکنن برای اون چه می‌دونم ستادش انتخاباتش و فلان و اینها، آره اونجا بلند شد و برگشت اعلام کرد که من 100 پشت اسرائیل هستم، اسرائیل حق این رو داره که بره وارد رفح بشه و تروریست های حماس رو سرنگون بکنه. و این یک اتفاق بسیار جالبی بود که ما دو شخصیت مختلف از جناح بوز بایدن در طی همین چند روز دیدیم، اما جالب بود، این نشون میده که سیاست اسرائیل سیاست درستیه، روابط دیپلماتیک، روابط لابیهاش لابیهای درستیه و اینجوری نیست که مثلا خوش بدرقه باشید و خوش استقبال و بد بدرقه باشید، خب که همین جمهوری اسلامی با ترکیه این کارو کرد، اول استقبال کردن گفتن بیان بیان بیان، بعد اونا کارشون رو کردن و فلان، طرفو با استقبال خیلی بد میگن که فردا علی خامنه ای هم گم بشه ترکیه دیگه عمرن نمیان به کمک اینها. و این که اسرائیل به هیچ وجهش هم نیستش، اومدن مثلا گفتن آقا نتانیاهو به کشورهای دیگه میان میگیرنش و هزار تا دادگاه واسش تشکیل دادن، ولی عین خیالش نیست، آدم لذت میبره از این کارش که اصلا من کار خودم میکنم شما کار خودم، این خیلی جالبه. البته یه جا فقط همون لاهه دیگه، قاضی لاهه اونم گندش در اومد که به جمهوری اسلامی به آفریقا پول دادی که تو باید شکایت میکنی. نه حالا اون یه طرف، نتانیاهو نگاه چقدر حرف قشنگی زد، برگشت گفت که من احتیاط میکنم اگر برم کشورهای دیگه که منو مثلا نگیرن با قانون مثلا چه میدونم دادگاه لاهه دادگاه بین الملل، ولی تو دیگه خیلی باید احتیاط بکنی که آیا به یه کشوری میگی آیا میتونی سالم برگردی یا نه. اینه یعنی چی؟ حرف خیلی گندری زد، یعنی حرف میزنن اینا اجرا میکنن، البته ببینیم کی سر مرده رو زیر آب میکنن. این یه موضوع. موضوع دومم امروز نمیدونم تو سوالات تو هست از من بپرسی که امروز تروریست های منطقه تو تهران با این آیه دار و نخود اسمش چی بود؟ قاآنی. و این تو سوالت بود یا نه معلوم بگم اینو؟ نه من از قاآنی چیزی ندارم، اگر از قاآنی چیزی داری بگو که من برم بعد سوال بعد. خب من اینقدر سوالاتم زیاده میشه من نمیشه وقت کم آوردم. چطور؟ آره خب میخوام اینو نگم بعد بگم، ولی خب میخواستم فقط اینو بگم. نه کن این یکی دو هفته ای که خواهش ها مردم دوست داشته باشن ما زیاد دیگه از این خاک بشتر اینا نگیم، میذاره بریم جنگ های منطقه خب اینا مهمه. خب میخوای یه تفریح باشه در مورد آمنه سعادات زبیرپور بگیم که دیشب اومدی صحبت کردی؟ حالا به هم میخوره ساده اصلا تو تور به خاطر همون رفتی ریش سیبیلو تو زدیف بکنن اصلا اون من میبینم شب خواب نما میشن. بذار این ماجرایی که گفتم و بذار بگم، این یادمون نره، این خیلی مهمه. نگاه کن اسرائیل برگشت گفت ما رفح رو میریم و داستانش رو تمام کنیم، آمریکا هم که بوز بایدن دیشب برگشت گفت که من 100 پشت اینها هستم، جک سالیوان هم همین مشاور امنیت اینم هم برگشت، سخنگوی کاخ سفیدم آمد جالب برگشت گفت که ما پشت نتانیاهو و اسرائیل هستیم، اینا حقشونه که برن تو رفح این تروریست ها رو کلن حماس رو نابود بکنن. این اینجا تموم شد. اما شما همین داستان رو میان پرده دومش رو اینها بهانه این که مثلا این خاک بر سر مرده و آمدیم برای تشییع جنازه و فلان سر قبر مثلا این و فلان و اینها، اینا میده که تمام تروریست ها آمدن. معاون دبیر کل حزب الله یعنی معاون خرس‌الله الان اونم یا آخوندیه الان تو تهران، اسماعیل هنیه تو تهرانه، از این دامن شلبری ها که حوثی ها اونها هم نمایندهشون الان تو تهرانه، خلاصه تمام این اراذل و اوباش و تروریست ها هستن. و جالب امروز جلسه گذاشتن، من تعجب کردم که جلسه شون رو امروز علنی کردن. خب
اینها رفتن پیش خامنه ای، دستورات لازم رو گرفتن، ای بر پدرشون لعنت، این ما حقوق خیلی از کارمندان امروز بچه های راه آهن مینالیدن برام، بر پدرشون لعنت، آقا پیمان حقوق ما رو ندادن، بچه های میراث فرهنگی مینالیدن، آقا پیمان اینا حقوق ما رو ندادن، بر پدرتون لعنت، ولی چمدان چمدان دلارها رو الان زدن بدن اسماعیل حنیفه، دادن اسماعیل حنیه، دادن این مرد معاون دبیر کل حزب الله، دادن به اون دامن شلواری ها و فلان که برن با هواپیما این حق کارگرای ما رو، حق کارمندای ما رو با خودشون ببرن. رفتن با علی خامنه ای هم صحبتاشون رو کردن، اینجا هم جلسه رو گذاشتن، به نتایجی رسیدن که اینا میدونی که بی برو برگرد بعد از رفت جنگ بین اسرائیل و حزب الله شروع خواهد، اسرائیل و حزب الله شروع خواهد شد. چرا؟ چون اسرائیل چند وقتی پیش به اینا گفته آقا این لب مرزی رو شما طبق قانونی که اون موقع تو شورای امنیت سازمان ملل ما تصویب کردید، شما بعد 20 کیلومتر الان اومدید جلو، این 20 کیلومتر رو برید عقب، برید عقب، شاید ما با شما نجنگیم. خب اون بیناموسا که قبول نکردن هیچی، امروز هم دوباره اسرائیل یعنی نتانیاهو بهشون تذکر داد، گفت ما به هر حال شما رو 20 کیلومتر یا با زبان خشک میفرستیم عقب یا فرو میکنیم به شما، شما رو میفرستیم عقب. یعنی همین الانم هم که من داشتم با شما صحبت کردم نزدیک به 70 تا راکت امروز حزب الله فرستاد، چون امروز هم زدن یکی دیگر رو از این که سایت های موشکی اینها رو نمیدونم مدیریت میکرد فلان، زدن اونم کتلتش کردن تو لبنان. خب اونها تا این ساعتی که من خدمت شما 70 تا راکت فرستادن سمت اسرائیل، حالا چند نفر کشته شدن، چند نفر از این راکت ها نشسته و فلان و بسار و اینها، خب دیگه حالا بمانن. مطمئن باش جنگ اینها بعد از چون اسرائیل داشت رصد میکرد، من دیدم بعضی از این کانالاش مثل اسرائیل به فارسی برگشت که آره امروز تمام اراذل و اوباش و تروریست ها در تهران جور بودن، دارن برای ما نقشه میکشن، ما 100 پای قضیه هستیم و واقعا هم هستن. آمریکا هم که ناواشو بیرون نبرده، تمام اون ناوای هواپیما برش هست، حتی اون زیر دریایی اتمیش هم اونجا هست، خیلی راحت. ما بعد یک جنگ توپ هم اون بعد ببینیم، نگاه کنیم. امیدوارم تا پایان سال 1403 ما سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی رو ببینیم و سرنگونی تروریست ها رو تو منطقه، مثل حسن خرس‌الله، مثل این یحیی سنبار، مثل این حرامزاده هایی که این دوروبر هستن، بشار اسد که کلن دیگه راشو کش کرد، دیدی تو مراسم من بلند نشد نیومد، من نخست وزیر رو فرستاد. این چی رو نشون میده؟ گفت میام، رفت... گفت حتما یه سر میام. آره. عرض شب بیا با. خب دیدی که ولی بلند شد رفت تو جلسه شورای اعراب و اینها شرکت کرد، اون جزایر سگانه هم به نفع اعراب امضا کرد. خاک بر سر علی خامنه ای که بی‌ناموس دم به ساعت همون این قاسم کتلت، همون میلیاردها دلار حق مردم، حق زن بچه مردم ایران رو برداشتید بردید اونجا برای کون این که کونش کلوف بشه اونجا خرج کردید، تا به شما حرف میزدیم گفتید عمق استراتژیک ما تا سوریه است، بیا اینم عمق استراتژیک تا دسته به شما ورود کردن. ما امیدواریم تا پایان 1403 45 سال تحمل کردیم، این چند ماه روش تحمل میکنیم که بعد از اون بتونیم حال بکنیم وقتی سرنگونی اینها رو میبینیم. پیمان، توی رژیم جمهوری اسلامی قدیس سازی از فردی که بمیره خیلی باب هستش، خیلی ها دیدیم دیگه، الان هم دارم واسه رئیسی این کار رو انجام میدن، حالا بماند سید مظلومان الان توی محلی که با طلا درست شده و با سنگ مرمر آنچنانی و لوسترهای آنچنانی دفن شده، این بماند که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. ببخشید من خندم گرفت، عذر میخوام، اینم نگفتی بالا سرش کولر 22000 26000 داشتن میگن چون مثل بادمجون سوخته بود اون باد بزنه کول نزیزه، یعنی برای مرده ماست بورانی باید دور کنم، ماست بورانی با سیر زیاد حال میده. بعد امروز یه سری از این مداهای احمق رفتن سر جاش توی فرودگاه، توی هواپیمایی که مثلا قبلا اونجا کون مبارکشو گذاشته اونجا روزه داشتن. آخه من نمیدونم این یعنی چی، آخه قدیس سازی از این فردی که رئیس جمهور بوده مثلا. خب آقا رئیس جمهور بوده مرد تموم شد، این دیگه چی مسخره بازی آخه؟ نگاه من یک روزی آمدم گفتم این 5 میلیونی که اینجا هستن گوسفندن، خرم، الاغن. بعضی آمدن گفتن آقا پیمان تو
چی میگن، چطور روش فهم تبلیغات، میکنی؟ نه روش تبلیغات بلد نیستیم، ما الان باید اینا رو خرشون بکنیم، این خرا رو بیاریم سمت 80 میلیون. میگم آقا خر مرده، تو چه خر رو چجوری میخوای بیاری دوباره بیاد اینجا سمت 80 میلیون؟ جفتک میزنه، نباید بیاد. خب ساده جان، خر ما زیاد داریم تو اینها، تو این 5 میلیون. اینها همون خرهایی هستن که علی خامنه ای وقتی تو یک مسیری میخواد را بره پاش عرق میکرد، بیناموس بوی سگ میداد، اون رو فرش رو پرش میکشید، اینها میرفتن جاپای اون رو بوس میکردن، به صورتشون میمالیدن، هزار جور سرطان اینها رو میگره، ولی میگفتن متبرکه. خب تو این خرها رو چجوری میخوای به راه راست هدایت بکنی؟ نمیتونی. این چی میگن، شاکله اینها، چکیده این خرها، اون خرهای اعظمی هستن که میان عرعر میکنن. اینا که نوحه نمیخونن، نوحه همون نوحاییه که قبل از انقلاب سر خاک ننه و عمه ما میامدن میخوندن، طرف با زبان اگر گلستانی بود به زبان شیرین گلستانی، مازنی بود مازنی، اصفهانی بود اصفهانی، گیلانی بود گیلانی، آذری بود آذری، به اون زبانهای قشنگ، ترک بود ترک، میامدن میخوندن، آدم واقعا حال میکرد. اینا الان میان عرعر میکنن بی‌ناموسا. خب اینها از همون خرایی هن، چکیده یا همون خرایی هن. امروز تشریف بردن یه هواپیما، میدونی اون هواپیمای از این کوچیکی که مال ریاست جمهوریه که رئیسی اونجا میشست و فلان، و برای خودشی دک پوزی داشت و اینا، اینا بلند شدن رفتن اونجا. خب شروع کردن نوحه خوندن، تلویزیون احمد هم شروع کرده اینو پخش کردن. از اینها شما چه انتظار؟ آقا من داشتم اون موضوع رو میگفتم، یهو ازش گذشتم. من گفتم مخبری که الان شده رئیس جمهور، حالا یه سرپرست یا هر خری شده، این معاون اداری مالی یعنی صندوقدار علی خامنه ایه. خب علی خامنه ای کشور عظیم، کشور چند هزار ساله ایران رو تبدیل کرده به یه حجره، میدونی، یه هیئتی رو گذاشته، هیئتی دارن حالشو میکنن. به خاطر همینم هست من اون دفعه میگفتم ماکیاولیست ماکیاولیست، به خاطر همینه. این کشوری که باید الان عظمت داشته باشه، اینقدر پتانسیل داره، اون دفعه طرف میگه آقا مرده اومده تو باغ خوب، تو بیجار خودش برنج بکاره، فکر کنم دیدی اومد دستگاه بزنه که آماده کنه برای کشت نشان، نفت خام زده بیرون تو خوزستان، نفت خام الان اونوران برنج میکنن، نگی این گیلان چرا میگه اونجا، نه آقا نفت زده، یعنی این کشور داریم یا من اینقدر ثروت دارم از من خوب استفاده کنیم. ولی اینها نه، اینها دارن خیانت میکنن به ما مردم، و آخر و آخرشون همینه، مرثیه بخونن، دائما سیاه بپوشن، دائما مملکت رو به تباهی بکشونن، دائما بگن گریه کنید، به سر و سینه بزنید، خودتون رو بکشید، خودتون رو فدا بکنید، میخوام سر به تن شما حرامزاده ها نباشه. که الان اتفاق دیروز هم یه فیلمی بچه هم رضایی ندیدم پخش کردن، این وقتی میخواستم برن سمت مشهد دیروز که مثلا باید خیلی شلوغ میشد دیگه، اون ورش خبری نه، همه از این داشتن میامدن خط کنار شمال، مازندران و گلستان و گیلان و اینا، دمیتون گرم. باید شمال باید دفنش میکردن، باید شمال دفنش میکردن. دقیقا چرا شمال مردم گردن نمیگیرن حرام زده؟ پیما من سوال زیاد دارم واسه فردا شب، حتما در مورد سعید حدادیان که امروز اومده رئیس جمهور آینده رو تهدید کرده، اینو حتما در موردش صحبت دیگه ببین بکنه. اونجا دیگه ببین چقدر شوخی بکنه واقعا که این میاد مثلا رئیس جمهور آینده رو بلش کن بابا جان. تو در مورد این دختره می‌خواستی یه چیزی بگی؟ آره دیگه وقت نمونده، ساعتو نگا. فردا شب میگی؟ آره در مورد زبیر چیز آمنه سعادت شگفت‌زدی عزیزم. دیگه یادم رفت، میگن چرا پرسشو نگفتی؟ آقا پرسش امشب ببین چی بود، یعنی واقعا شما می‌خوای در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید؟ این بود من می‌نویسم اونجا. ما خیلی مخلصی، مراقب خودتون باشی، شب همگی خوش.